اگر از آنچه که در گذشته تجربه کردید حالتون بد هست و دوست دارید برگردید اون گذشته رو به کل از زندگیتون پاک بکنید شما تنها آدمی نیستید که با این احساسات دست به گریبان هستید بخش بزرگی از انسانهای این جهان حتی شاید بشه گفت همه ای انسانهای این جهان یک جایی از گذشتهشون رو دوست ندارند که همیشه دوست دارند برن و اونجا رو اصلاح بکنند مهم این نیست که ما در گذشته چه زیسته این و چه تجربه ای داشته ایم. مهم این هست که امروز چطور به اون گذشته تلخ و به اون تجربه های منفی رجوع می کنیم و چه حس و حالی در ما ایجاد می میکنه. در این ویدیو میخوام در خصوص رهایی از گذشته تلخ و تجربه های منفی با شما صحبت بکنم تا پایان با من همراه باشید. وقت بخیر دوستان جان همراهان نازنین امیدوارم حال همگی خوب باشه من آیدین نامدار هستم اینجا یک پله بالاتر هست من در کانال یک پله بالاتر در حوزه رشد فردی و بهبود سبک زندگی با شما صحبت می کنم اگر به این موضوعات علاقمند هستید و هنوز این کانال رو سابسکرایب نکردید الان بهترین فرصت هست یه دکمه سابسکرایب بزنید کنارش دکمه زنگوله هم در حالت آل قرار بدید تا وقتی من ویدیو جدید منتشر می کنم یوتیوب شما دوست نازنینم را هم باخبر بکنه وقتش رسیده که فکر بکنیم اینکه به گذشته خودتون از ده چه امتیازی میدید حالا بچگیتون نوجوانیتون دوره تحصیلتون دوره نامزدیتون هر چیزی که به گذشته مربوط هست به گذشته خودتون از ده چه عددی میدید و امروز روز چه چیزی از گذشته هست که حال شما رو بد میکنه ببینید من مطمئن هستم همه شما که الان دارید این ویدیو رو میبینید و صدا و تصویر من رو از کانال یک بله بالاتر دریافت میکنید حتما چیزی در گذشتهتون وجود داره که حالتون با اون بد هست همه ی آدم ها اینجوری هستند در مقدمه ویدیو هم گفتم همه ی آدم ها اینجوری هستند مهم طرز برخورد ما با اون گذشته هست و مهم این هست که ما چطور با این مسئله کنار بیایم دوستان جان بذارید در ابتدای این رو مشخص بکنیم سنگ هامون رو با هم وابکنیم اون آدم های با حال خوبی که شما در زندگیتون میبینید ناخداگاه شما فکر میکنید که اینها از ابتدا همینجوری اومدن بالا همیشه همینجوری حالشون خوب بوده در پر گو بزرگ شدن مشکل نداشتن چالش نداشتن مریضی تجربه نکردند، رابطه سمی تجربه نکردند و و و و الاخر. اصلا اینجوری نیست اصلا اینجوری نیست هنر این دوستان این هست در حال حاضر بلد هستند چطور خودشون رو از شر اون گذشته تلخ و اون تجربه های منفی خلاص بکنند و رها بکنند که موضوع این ویدیوی ما هست بذارید یه مقدار با ساختار ذهن آشنا بشیم ذهن از سه لایه اصلی تشکیل شده که اگر شما کارکرد هر کدام از این لایه ها رو یاد بگیرید میتونید گذشته خودتون رو بهتر کارگردانی و مدیریت بکنید گذشته رو که نه حس حالتون نسبت به گذشته خب لایه که ما بهش دسترسی داریم اصطلاحا بهش میگیم کانشس یا خود آگاه لایه که من میتونم با فکرم انتخابش بکنم به چی فکر کنم چه جوری احساس داشته باشم و الی این لایه خداگاه ذهن من است یک لایه بسیار بسیار عظیم و بزرگی از ذهن وجود داره که یه جورایی میشه گفت هارد دیسک زندگی ما هست و اون لایه نیمه هوشیار یا نیمه خداگاه ما هست هر آنچه که ما در طول زندگیمون تجربه کردیم در قالب یک فایل در اون لایه نیمه هوشیار ما ذخیره شده یه لایه هم لایه ناخوشیار و ناخداگاه ما هست که هنوز به اندازه کافی نمیشه در موردش حرف زد چون دستاوردی در موردش وجود نداره ولی میدانیم و میدانند که ذهن هوشیار ذهن نیمه هوشیار و ذهن ناهوشیار ذهن آگاه ذهن نیمه آگاه و ذهن ناآگاه لایه های ذهن بشری هستند خب ما در گذشته تجربه هایی زیسته ایم آدم رو دیده ایم جاهایی رفته ایم اتفاق برامون رخ داده همه اینها در ذهن نیمه خداگاه یا نیمه هوشیار ما ذخیره شده اند. مهم این هست که در لحظه های مختلف ذهن هوشیار ما یا خداگاه ما میره پرونده ای رو از اون تو در میاره و ما دوباره اون تجربه ها رو تجربه میکنیم رسیدیم به بهترین جای این ویدیو دقت کردید وقتی که بوی یک عطر به مشامتون میرسه بلافاصله میرید صحنه ای رو که اون عطر رو یا باش خاطره دارید یا برای اولین بار به در واقع تجربه کردید میارید جلو چشمتون چه اتفاقی میفته وقتی آهنگ گوش میکنید اینجوری میشه چرا وقتی از یه خیابان رد میشید اینجوری میشه چرا پاسخ این هست خداگاه شما رفته از ناخداگاهتون اون پرونده رو درآورده حالا اگر اون پرونده پرونده خوبی باشه یا به عبارتی اگر شما اون عطر رو در لحظه خوبی تجربه کرده باشید و اون ساعت از زندگیتون رو دوست داشته باشید لبخند به لبتون میشینه و خدا رو شکر میکنید حالتون خوب میشه حس خوب بهتون دست میده اما اگر این فراخانی روی یک تجربه تلخ یا یک خاطره منفی اتفاق بیفته شما در لحظه تاثیراتش رو در جسم و روحتون تجربه میکنید زربان قلبتون ممکنه بالا بره استراب پیدا بکنید دستتون بلرزه اشک در چشمتون جمع بشه بغز بکنید استرس بهتون دست بده و و و الی آخر ماجرا چی هست ده سال از اون تاریخ گذشته بیست سال از اون تاریخ گذشته ولی یک چرا دوباره به یاد من میاد دو چرا من الان این وضعیت رو پیدا می کنم جواب بسیار مشخص هست آنچه که در 20 سال پیش 15 سال پیش ده سال پیش شما زیست اید احساسات و ادراکاتش در ذهن نیمه هوشیار شما ذخیره شده موجود هست و وقتی که یک محرک احساسی شما رو از خداگاهتون پل میزنه به ناخداگاهتون در لحظه این پرونده دوباره از نیمه هوشیار به هوشیار شما آورده میشه همون تصاویر همون احساسات همون تجربه و ما باید یاد بگیریم که از شر این موضوع خلاص بشیم پس ما تا به این لحظه مکانیزم رو متوجه شدیم اما از اینجا به بعدش دست خودمون هست ببینید زمانی که یک خاطره تلخ به ذهن شما خطور میکنه شما دو راه بیشتر ندارید یا به تماشای این فیلم باید ادامه بدهید یا باید تلویزیون رو خاموش بکنید تماشای این فیلم و ادامه دادنش یعنی چی؟ یعنی اینکه شما با کمک انرژی خداگاه یه ذره بالوپر هم میدید به اون خاطره منفی تو دلش غرق میشید بهش فکر میکنید سوال میپرسید چرا من چرا اون چرا اون موقع من چرا اینجوری فکر میکردم من چرا اینجوری رفتار میکردم و الاخر این یعنی که شما نه تنها این فیلم رو میبینید بلکه خیلی هم دارید دوباره بهش بالو پر میدید معلومه که احساستون به در مقایسه با قبل از دیدن اون تصاویر و فراخانی اون تصاویر یکی نخواهد بود یا حالت شمینی که شما تلویزیون رو خاموش بکنید و به تماشای اون صحنه ها در ذهن ادامه ندید با چه مکانیزمی با این مکانیزم که با فشار خداگاه انتخاب بکنید فیلم دیگری ببینید این نکته مهمی از این ویدیو هست دوستان ذهن ما یک تلویزیون هست که همیشه باید یک سری تصویر پخش بکنه همیشه حتی موقع خواب شما اگر فیلم خوب نمیبینید حتما به جاش فیلم بد میبینید این تلویزیون هیچ وقت خالی نیست هیچ وقت برفک پخش نمیکنه همیشه تصویر داره یا تصویرها به نفع شما هستند یا به ضرر شما هستند این تصویرهایی که به ضرر شما هستند رو هم خودتون در این فلش مموری آوردید و زدید به پشت تیوی و دارید نگاه میکنید خودتون انتخاب کردید این کاتگوری رو ببینید این ژانر فیلم رو ببینید اصلا اون تصاویر رو ببینید و خودتون هستید که باید ریموت کنترل رو دست بگیرید و عوض بکنید بزنید به تصویری که دوستش دارید و راهش این هست شما باید بلد باشید نقطه تمرکز قانونی ذهنتون رو ببرید جای دیگر این همه فیلم خوب در زندگیتون زیستید این همه آدم خوب این همه خاطره خوب شما هستید که باید برید و پرداخت بکنید اون تصاویر رو ببینید اونجا باید استاپ بزنید اصلا دقیقا من از این استعار استفاده میکنم میگم دیگه نمیخوام این فیلم رو ببینم به ذهنم به خداگاه هم میگم دیگه نمیخوام این فیلم رو ببینم فیلم بهتری برام پخش کن چه فیلم بهتری لحظه ای که پدر شدم لحظه ای که یوتیوب رو شروع کردم لحظه ای که با یک دوست نازنینم آشنا شدم با هم هم مسیر شدیم لحظه ای که دفتر تهران رو استارت زدم و و و, و, و الاخر... زندگی پر از این لحظه ها هست لحظه که با همسرم آشنا شدم اصلا زمانی که از اون پله ها داشتم می اومدم پایین ایشون اون پایین وایساده بودن اصلا الان چهره زیبای همسرم جلوی چشمم هست خب من این فیلم ها رو میخوام این فیلم ها هستن که حال من رو خوب میکنن اون یکی فیلم ها که از گذشته من میان بسیار هم تلخ هستن تعدادشون هم زیاده شفافیتشون هم بالاست 4K ضبط شدن در ذهن من اصلا 8K ضبط شدن در ذهن من من نمیخوام اینها رو ببینم به حد کافی در ای که ناآگاه بودم و نادان بودم و روی خودم کار نکرده بودم و اعتماد به نفس پایینی داشتم این فیلم ها رو تماشا کردم فوت آب هستم الان میخوام فیلم های بهتری ببینم اما چه رابطه‌ای بین چون این ویدیو رو شما از سلسله درس های اعتماد به نفس دارید تماشا میکنید چه رابطه‌ای بین اعتماد به نفس و گذر از تجربه های منفی و گذشته تلخ وجود داره آدمی با اعتماد به نفس بالا میگه که آقا اون گذشته رو من زیستم اون بلا من آمده اون خطا رو در گذشته من انجام دادم همینی که هست یک بار برای همیشه انتخاب میکنم و تصمیم میگیرم که دیگه بهش رجوع نکنم و آدمی با اعتماد به نفس بالا تصمیم میگیره که آینده رو بهتر بسازه یعنی چی؟ یعنی اکنون رو جوری زندگی بکنه که این پازل به هم بچسبه و یک آینده بهتری براش بسازه و یک آدمی که داره روی اعتماد به نفس خودش کار میکنه میدونه که اون جنس از رجوع به گذشته داغون میکنه اعتماد به نفس رو ببینید دوستان وقتی یه اتفاق منفی وجود داره که حال ما باهاش بد هست و ما اصلا دوست نداریم بهش رجوع کنیم یا اونجا ما شکستی خوردیم یا عزیزی رو از دست دادیم یا فرصتی رو از دست دادیم یا پولی رو به فنا دادیم یا کسب و کاری رو به فنا دادیم و و و الی چطور ممکنه من به اونها برگردم و اعتماد به نفسم رشد بکنه مطلقا و مطلقا چنین چیزی ممکن نیست و شدنی نیست و تنها راهش این هست که من جلوی این پخش این ویدیو رو بگیرم از شما میخوام که هر زمانی که تصاویری از اون گذشته تلخ در ذهنتون شروع کرد به پخش شدن یاد این ویدیو بیفتید و بدانید که شما برای رهایی باید فیلم بهتری پخش بکنید خب دوستان اینجا پایان این ویدیو هست قرار که یوتیوب به شما دو تا ویدیو دیگر رو از این چنل پیشنهاد بکنه یکیش رو انتخاب کنید و مسیرتون رو با من آیدین نامدار ادامه بدید اگر هم سابسکرایب نکردید چرا چرا کانال بهتر از این یه دکمه سابسکرایب کنارش دکمه زنگوله هم در حالت آل قرار بدید ممنون تا اینجا همراه بودید در کامنت ها منتظر نظراتتون هستم خیلی مراقب خودتون باشید در پناه حق باشید بدرود خدا نگهدار